بچه بریم با یه سری سوال حل کنیم فقط یادتون باشه این آزمونه آزمون سختیه چون تمام سوالات سخت کنکور جدا شده یعنی اگر فکر میکنی که به نظر سخت میاد واقعا سختن این ساله که الان داریم حل میکنیم پس نگرانشون نباش ولی یاد گرفتنشون خارج از لطف و دور از عشق نیست بریم سراغ بررسی سوالا سال اول حالا که بگم همشون هم نه خب اکثرشون سال سخته اختلاف فشار بین نقطه از مایعی که در حال سکونه دلتا پیه اگر ظرف محتوی مایع با شتاب ج سوم در راسته قایم سمت پایین حرکت کنه اولا اگر شما فقط بچه دهمید ده این سال اصلا نمیخواد حلش کنید چون نمیتونید حلش کنید این قسمتش برگشته به سال دوازدهم یعنی با سال دوازدهم ترکیب شده که میشه آسانسورها و نیروها پس اگر بچه دهمی ده هستی که تازه رو میخونی اگر این سال اصلا نمیفهمیش یه چیز خیلی خیلی عادیه وقتی ظرف باشه تا بقایی ما آ به سمت بالا بره جپری میشه جمنهای آ پس میتونم چی بنویسم دلتا میشه روژ دلتا هاش پس دلتا پی یک به دلتا پی دو میشه ج به ج پریم که اگر ج رو به ج پریم میخوام بنویسم میشه دو سوم دلتا پی یک و خیلی راحت برسم به جواب فقط یادت باشه اگر دوازدهم رو نخوندی این سوال حل شدنی نیست سوال دو انجام یه چند سوال خیلی خیلی سخت داریم با هم دیگه در شکل از سطح مقطع لوله آبی به ترتیب 300 یعنی این 300 است و این 100 است و در لوله آب و روغن و مایع نامعلوم ریخته شده پس چند تا مایع داریم روغن آب و یه مایعی که معلوم نیست چگالیش چیه فقط میدونیم رو سه با حالت تعادل قرار دارن در لوله آنقدر روغن میریزیم یعنی اینجا اینقدر روغن رو اضافه میکنیم تا این لوله کاملا پر بشه در این صورت چند گرم از مایع رو سه به سمت بیرون میریزد یعنی میخوام آب بریزیم که این 40 سانتی میگم رو آب روغن بریزیم که این 40 سانتی متر پر بشه میگه چقدر از این احتمال داره بریزه بیرون امکانم داره اصلا بیرون نریزه اما حالت اول که خود سوال ده اینه ما این کف رو باش کاری نداریم این ارتفاع قدیممونه که با این دارم مقایسش میکنم اما این 40 سانتی متر اینجا پر کردم پس 20 بوده حالا ارتفاع شده چقدر 60 یعنی تو حالت جدید ارتفاع روغم بجنید که 20 باشه شنده 60 حالا این رفته بالا یه yeah. در اصل اینجوری بگیم اینجا اگر یه x اومده باشه پایین اینجا یه 3x بعد رفته باشه بالا چرا یه x پایین یه x پایین یه x هم خودشه پس میشه 3x پس اینجا میشه 3x نسبت به اینجا به علاوه 60 منهای 3x چرا 60 منهای 3x کل این فاصله بچا چقدر بوده داستان خود بیش رفت اینا کل این فاصله چقدر بوده 60 حالا 3x اومده به سمت بالا پس چقدر از این بالا میمونه 60 منهای 3x باقی مونده درست شد؟ خب ادامه میدم پی آ بزن اینجا رو مشخص کنیم این آ این بی پی آ میشه پی سف برابر روژه هاش روغن اینا این روژه هاش روغن به علاوه هوایی که بالاش بوده پی بی میشه پی سف به علاوه روسه ژ هایسه اینا یه هوا داشتیم به علاوه این روسه ژ هایسه پی آ و پی بی برابر بوده پس پی روغن هاش روغن رو هایسه های سه همه رو دیدیم رو به دست میاد میشه چهار دهم گرم بر سانتی متر مکعب اما سوال از ما رو رو نمیخواست حالا ارتفاع جدیده میشه 60 منهای 3x مساوی میشه با 60 منهای 36 که میشه 24 تا در حالی که در ابتدا ارتفاع چقدر بوده 40 سانتی متر بنابراین 40 منهای 24 ببین الان 24 تو حالت جدید قبلا چند بوده؟ چهل یعنی چقدرش بیرون ریخته شده؟ چهل منهای 24 بیرون ریخته شده حالا اگر ارتفاع دارم 16 تا سطح مختش هم دارم ببین تو این گفتم سطح مختش چقدره؟ 100 سانتی متر مربع پس میشه 100 سانتی متر مربع که میشه 100 ضرب در 10 تا منفی 4 ضرب در 16 تا 10 تا منفی 2 میشه 1600 سانتی متر مکعب این حجمشه حالا ام میشه رو زبدره داره وی رو رو به دست رو, رو دارم چهار داره هزار و شیصد. میشه شیستد و چهل گرم چون از ما پرسیده بود چه جرمی از مایه بیرون میریزه اینا چند گرمش داره بیرون میریزه اگر حجم رو میخواست اصلا داستان عوض میشد بریم سراغ سوال بعدی میگه در شکل روبرو رو فشار گاز جمع شده در انتهای لوله 72 سانتیمتر جیب است چگالی آب یک گرم بر سانتی متر و چگالی جوی 13 و 6. اگر اختلاف سطح آب درون لوله و ظرف 34 باشه اینا خود 34 هم به نشون داده فشار هوا رو پیدا کن میگم هاش برای جیوه میشه در اصل فشار رو بر حسب سانتی متر جیوه پیدا میکنم میشه روهاش تقسیم بر 13 و 6. 34 تقسیم بر 36 میشه 2.5 سانتی متر یعنی این 34 سانتی متر آب رو تبدیل کردم به سانتی متر جیوه در از با این حتی میتونم از این استفاده کنم بچه ها میگم چی؟ بگم رو یک هاش یک برابر میشه با رو دو هاش دو اگر این کار رو هم انجام میدادم بعد اینجا روی جیوه هاش جیوه روی آب هاش آب پس میشد این 34 رو تبدیلش کنم به جیوه خب چقدر میشه؟ دو و نیم سانتی پس این بچه ها معادل چیه؟ چهار معادله بعد بد نوشتم اینجا پاک کنم اول میخوایم بعد بیم بریم بهش نگاه کن میتونم بگم این تقریبا معادل سی و چهار سانتی متر کیه؟ آب در از این تبدیل رو الان انجامش دادم حالا و دو سانتی متر مساوی میشه با پی من های منهای نیم چرا؟ فشار گاز این بالا رو با حسب جیبه دارم فشار هوای بیرون بر حسب جیبه میخوام به دست بیارم پس میگم 72 دو. دو نیم هم که فشار این بوده پس فشار هوای بیرون برابر میشه با هفتاد و چار و نیم سانتیمتر جیوه سه در شکل روبرو اختلاف فشار نقطه آ و فشار هوا چند کیلو پاسکاله؟ نقطه آ کجاست بچه ها؟ اینجا ببینید ارتفاعی رو نظر گرفته. بیا چیزها رسمش کنیم پایین ترین سطح رو باید به با عنوان سطح جدا کننده در نظر می گرفتیم اینا در نظر گرفته شده توی هر سوالی الزاما تو باید این کار رو انجام بدی پایین ترین سطح جدا کننده رو معلوم می کنیم. پس فشار اینجا و فشار اینجا برابره حالا چی بنویسم می میگم پی ام با پی ان برابره اینا رو اینجا چی دارم آ رو دارم اینجا مایه رو دارم به علاوه هوا پس پی آب پرین به علاوه روی رو هاش آب برابر میشه با پی فشار هوای بیرون روژه هاش جیوه اینجا آب بوده اینجا جیوه پس در از ما این طرف چی داریم؟ آب رو داریم اینور جیوه و هوا رو داریم خب این دوتا هم که با تو ام و این با هم برابرن پس میگن پی آ برابر میشه با روژه هاش پی سفر هاش این برای آب بود رو شد هزا این برای جیوه بود اینا شد چقدر 13600 پس پی آ منهای پی خیلی 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 راحت به دست میاد عرض خیلی خیلی راحت این سالها جز سخت بچه ها یعنی شما تصور این که این حالت اولی چه وضعیتی داشته و حالا اینو میخواد ما قبلا یه اینجا را خط بکشیم اگر سال ندیده باشیم و مدلش حل نکرده باشیم برای بار اول فوق سخت میشه اما چون داریم با هم دیگه حلشون میکنیم حواستون رو بهش جمع کنید چهار مطابق دو ماه مخلوط نشدنی آب و نفت در یک لوله یوشه قرار دارند اختلاف فشار بین دو نقطه آ و آپریم رو با دلتا پی ایک و B و ب پریم رو با دلتا پی دو نشون میدیم کنیم کی سعیه در از میگه اختلاف فشار آ, آ از بی بیشتره کمتر مساویه یا اصلا هیچی میشه گفت نمیشه گفت اختلاف فشاری ندارن ببین ما نمیتونیم بگیم اختلاف خیلی بزار... اینجا اینجوری اول بگم خیلی میگن خب توی یه ارتفاع پس اختلاف اینا صفر اختلاف اینا هم صفره یادت باشه ما زمانی گفتیم توی اختلاف های توی ارتفاع های یک فشار برابره که یک مایع باشه الان این وریه مایع است این وریه مایه دیگه این وریه مایع است این وریه مایع دیگه پس اینا با هم قابل قیاس نیستن چیکار کنیم حالا میدونیم اگر پایین سطح رو در نظر بگیریم اینجا فشارش با هم یکی میشه حالا یه ام دارم یه ام توی ام و ام فشار با هم چیه برابر حالا آ و آ به فریم و بیرون رو میخوام پیدا کنم میگم پی ام یعنی این نقطه این بریه سمت چپیه میشه پی آ من های رو یک جاش یک پی ان که سمت چپیه بود اینها این نقطه ها. میشه پی آ فریم من های رو دو جهش دو پی ام, و ام برابره پس پی آ در اصل به روی یک جهش برابر میشه با پی آ پریم رو دو هاش تو پی آ من های پی پریم ها میشه رو دو من های روی هاش پس اختلاف فشارشو به دست آوردم خب همین کارو برای که بعد انجام بدم قسمت B توی قسمت بیام هم همین کارو برای بکنم پی ام در از همه رو دارم بذار یه بار بگم اینجا چیکار دارم میکنم در از ام و ان رو گفتم فشاراش برابره یه بار آ و پریم نسبت به ام و پیدا میکنم یه بار بی پریم رو نسبت به ام و ان پیدا میکنم ببینیم چه اختلافی دارن بیرم پیدا میکنم دقیقا همین کار میکنم پی بی رو من های رو یک ژ هاش پریم پی و پریم رو ژ هاش پریم اینو که بنویسم دلتا پی میشه رودو من های رو یک ژ هاش پریم یه هاش پریم دارم یه نه چی دارم هاش در از هاش پریم این کو... هاش این کوچولو است هاش پریم این بیشتر است پس اخت... چون هاش بریم از هاش بزرگتره بچا ها کدوم گزینه میتونه درست باشه اینکه اختلاف بی از آچیه چیه بیشتر خواهد بود درست شد در نتیجه چون هاش بریم از هاش بزرگتره دلتا پی دو از دلتا پی یک قطعاً چی میشه بچه ها بزرگتر خواهد شد پنج در شکل روبروی ارتفاع آب در هر شاخه لوله برابر 20 سانتی متره پس 20 سانتی متر سمت راست داریم 20 سانتی متر سمت چپ داریم درست در یکی از شاخه به آرامی روغن میریزیم تا ارتفاع تا طول ستون روغن به 25 سانتی متر بریزه یعنی در از توی یکی از این طرف ها یه شکل جدیدی دارم که 25 سانتی متر بعد افزایش روغن داشته باشیم در این حالت ارتفاع آب در شاخه مقابلش چقدر میشه نگاه کن اول تراز اولیه با هم برابر بوده 25 تا روغن ریختم یه مقداری اومده پایین یه مقداری رفته بالا هر چقدر این ور بیاد پایین اون سمتش باید بره به سمت بالا پس من میگم x اومده پایین پس این بعد x رفته بالا یعنی اختلاف اینجا شد چقدر دو x ببین در اگر اینجا با هم دیگه فشار یکسان باشه اختلاف ارتفاع چقدر شد 2x شد اینو تو اون سوال هم گفتم هر چنال از یه طرف لوله بریم پایینتر از همون طرف هم مایه باید بیاد به سمت بالاتر خب پس نسبت به اینجا اگر بخوام بسنجم پی با پیه بی برابر الان اینا درست روژه هاش آب علاوه پی صف. میشه روژه هاش بی علاوه پی سفر پی صف را که میرن اصلا باشون کاری ندارم چون فشار این هست این برم هست میشه روی روغن ارتفاعش 25 بوده روی آب ارتفاعش چقدره؟ داره 2x میبینی الان این 25 سانتی متر x اومد پایین پس این 2x رفته بالا یعنی روی روغن در 25 برابر میشه با روی آب در 2x خیلی راحت میتونم 2x رو به دست بیارم دست x رو به دست بیارم میشه 7.5 سانتی متر خب این هفت و نیم سانتیم پایین این منم رفته بالا پس ارتفاع در شاخ سمت راست چقدر میشه میشه یه بیستا اینجا 20 بیست بوده دیگه درسته قبلا 20 بوده از اینجا تا اینجا حالا رفته بالاتر چجوری رفته بالا 20 به علاوه x خب x چقدر بوده 7 و نیم نیم سانتی متر بهش اضافه شده و برابر میشه با 27 و نیم سانتی متر نگه اینجا دو ایکس ها این دو ایکس نسبت به آبیه ما داریم نسبت به اینجا میسنجیم که انگار یه دونه ایکس رفته به سمت بالا سال شیش در لوله یوشک تا ارتفاع معین جیوه وجود داره اگر در یکی از شاخه ها جیوه آب بریزیم تا ارتفاع برسه 21 و 6 این سال قبلی است. فقط اینجا آب میریزیم ارتفاع میشه 21 و 6 یه ایکس بیاد پایین به اندازه همون ایکس بعد بره به سمت بالا ارتفاع به 21 و 6 برسه سطح جیبه در شاخه مقابل چقدر میشه دوباره پایین اینجا رو در نظر میگیرم فشار اینجا با اینجا برابر پی آ با پی برابر پی سه برابر رو جا هاش میشه پی سه برابر رو پریم جه هاش پریم در از این با این پس یک چگالی آبه 21.6 13 آنیم در هاش پریم هاش پریم چقدر میشه یک ممایز 6 در از این فشار برابر میشه با یک و 6 دهم سانتی متر جیبه پس عمر چقدر ارتفاع داریم؟ یک ممیز شیش فقط یادت باشه این یک ممیز شیش اون یک اختلاف ارتفاعه یعنی اختلاف اینجا با اینجاست این یه نونه اومده پایین x این یه نونه x رفته بالا الان تو سال قبلی هم بررسیش کردیم این وقتی که x بیاد پایین x بره بالا اختلاف شده یک و شیش. اختلاف یه و شیشه. یعنی این چقدر اومده پایین؟ این چهار رفته بالا یه هشته هم این اومده یه هشته این رفته اختلاف رسیده به یک ممایزه شیشته تام. پس یادت باشه این همون x و 2x است در است ما x رو می‌خوایم چون الان اون 2x رو به دست آوردیم اختلاف 1 و تقسیم بر 2 می‌کنیم که بشه 8 دهم در از سانتی متر سال 7 میگه متواضع شکل نشان داده شده شخص رو قطع چوبی می‌شینه بعد پای خودش رو در آب فرو می‌بره ارتفاع قطع داخل چوب که درفته داخل آب x و عمق سطح آزاد از کف استخ ایگرگه اگر شخص به آرامی پاش از همه آلت از آب بیرون بیاره x و y چه تغییری میکنه پس y فاصله اینجا تا زمین x اینه میگه آروم پاشو بیاره به سمت بالا قطعا تغییرات داریم چرا تغییرات داریم وقتی این پاشو میره بالا این پاش وقتی اینجا رو خوش شناوری داشته پس داری سی از اش کم میشه از نیروی شناوری چی میتونیم بگیم اینا دقت کن بشه یک در هر حالت نیروی وارد طرف آب باید وزن چوب و شخص رو تحمل کنه پس وزن چوب و شخص چیه ثابته یعنی نیروی وزنشون تغییری نکرده اوکی بنابراین نیروی ارشمیدس وارد بر شخص و چوب ثابته دو نیروی ارشمیدس برابر است با وزن مایه جابجا شده بنابراین وزن در نشه حجم مایع جابجا شده تغییری نمیکنه یعنی ایگرک چیه ثابت پس آب استخ هیچ اما در مورد فرو چوب در آب در آزمایش برای گفت در آزمایش الف حجم آب جابجا شده عبارت از بخشی از حجم آب جابجا شده توسط چوب و توسط پای شخص در است ولی تو آزمایش دو حجم ما جابجا شده فقط توسط که چوبه پس چه اتفاق میفته مایعی که جابجا میشه ثابته بنابراین ایکس بعد چه بشه زیاد بشه یعنی اینکه این مقدار x افزایش پیدا میکنه ولی ایگرگ تغییری نمیکنه دقیقا این اگر حتی مثلا قایق اگر سوار بشید رو قایق هم انجام بدید کاملا مشخصه که چه اتفاقی داره میفته خب بریم سراغ 8 در شکل رو در لوله یوشک آب ریخته شده اشتباه البته در لوله یوشک آب ریخته میشه و نقطه ام که علامت گذاری شده در قسمت سمت راست لوله تا ارتفاع 5 آب میریزیم در لوله مقابل سطح آب چند سانتی از نقطه ام بالا میره این سری گفته این ور نفت میریزیم ام چقدر میره بالا عین سوالایی که تا الان حل کردیم یعنی ببین چقدر داره توی کنکور تکرار میشه این ور نفت میریزیم این ور چقدر میره به سمت بالا خیلی راحت یه x میاد پایین پس این چه بره, بره بالا؟ دو x ببین در از یه x اومد پایین دو تا x رفت بالا پس هاش پریم برابرشن x دو ایکس. اینجا چون یه مایه از فشار نقطه m و n برابره p ام با p n برابر این ور بر چی دارم؟ نفت و هوا این ور چی دارم؟ این آبه و هوا هوا که مهم نیست پی سفرا پس رو جه هاش برابر میشه با رو پریم ج هاش پریم عدد میزنیم هاش میشه, چار. هاش میشه چهار هاش پریم میشه چهار یعنی ما اگر x رو بخوایم پیدا کنیم چقدر هم میشه دو سانتی متر همون داستانه این ور x بره اون میشه دو x اختلاف میرسه به بخش این ور x میاد پایین اون ور x میره بالا اختلاف میرسه به چقدر دو x ببین چند بار تکرارش کرد سال نه در شیر رو برو قاعده دو سوانه برابره اگر شیر بین اینا رو باز کنیم صد تا چند سانتی متر میاد پایین اولش 50 پنجا 50 پس دوباره بعد شکل دومو رو رسم کنیم ببینیم چی میشه اینا اینجا نیا کن اول برابر بوده چی رو که باز میکنیم چون آب سنگین تر از نفته آب میاد پایین نفت میره مقداری بالا اگر این ایکس بیاد پایین X بعد بره به سمت بالا عین سال قبلی هست. پس روژه هاش آب با روژه هاش روغن برابر ما دیگه آسونه رو آب هاش آب رو روغن هاش روغن در از اینجا فشار یکیه میگم این روغنه با این چی بشه برابر هاش آب میشه 40 سانتی متر اگر هاش آب 40 سانت اینجا تا اینجا 40 سانتی متر باشه یعنی چه اتفاقی افتاده 10 سان جابجا شده اختلاف شده 10 یعنی این چقدر اومده پایین 5 تا این چقدر رفته بالا 5 تا در از همون x است این اختلافی که میشه 10 سانتی متر اون دو x است این x اومده پایین این x رفته بالا شده چقدر 10 سان پس هر کدوم از اینا چقدر جابجا شدن 5 تا اومده پایین 5 تا رفته به سمت بالا اما بریم سوال سال ده که میشه آخرین سوال آزمون این فصل در شکل رو اگر بیشینه نیرویی که به کف ظرف داره وارد میشه 135 نیوتن باشه بتونه 135 رو تحمل کنه حد چند 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 سانتیمتر جیوه میتوان به ارتفاعش اضافه کرد تا ظرف نشکنه اینو براتون حلش میکنم بچه ها نگاه کن از اه دستم خوردش اینجا ما میگیم F برابر میشه با P به آ سطح مقطع اینجا رو داریم سطح مقطع رو به مورد چقدر 20 سانتی متر مربع پس نیرون هم داریم 135 میگم حد اکثر فشاری که میتونم وارد کنم یعنی پی ماکس میشه اف در آ اف اون بچه ها چقدره؟ در اصل 135 یعنی حد اکثری که میتونه تحمل کنه زب داره 20 سانتی متر زب داره 10 تا منفی 4 یه صفرش با یه صفرش میره میشه 10 تا منفی 3 دو تا سر سی و میشه میشه 270 تا پس میشه 270 در ده تانه منفی سه. پس فشار ماکسیموم اون انقدره روندش هم بکنم. میشه بیست و در ده دهان منفی دو خب این پی ماکسیموم همه اگر من بخوام پی ماکسیموم پیدا کنم بعد بگم پی میشه رو ژ هاش پی ماکسیموم رو باید بزنم 27 در ده دهان منفی دو فقط نکته آیا فشار هوا الان مهم هست یا نیست؟ قطعا مهم هست چون اینجا هم هوا داره فشار وارد میکنه همین مایهه پس میشه 27 زبر تا منفی 2 یه منها هم خواهیم که فشار ارزش کم کنیم چون میخوام ارتفاع جیوه رو پیدا کنم بعد در از اینجا رو میدیم سمش دلتای پی دلتا پی رو که داشته باشم روی جیوه 13600 زب داره جرم گفته بگید چند بچه ها 10 زب هاش هاشی که به دست میاد ارتفاع اینجا تا اینجا میشه در از چقدر میتونم مایه روش بریزم هاش منهای چهل رو میتونم بریزم روی این تا حد اکثر تحمل رو بهش برسم چون اگر از این ارتفاع بیشتر, بیشتر بشه فشار از مقداری که به در از مقداری که اینجا دلتا پیش رو به دست آوردیم بیشتر میشه و باعث میشه که مایه اون کف ظرفه بشکنه مثل زمانی که توی یک کیسه بیش از حد اینو بیشتر دیده باشه آب پر می‌کنی یه چیزی رو اضافه می‌کنی اون کیسه تحملی داره اگه چیز سنگین تر توش بندازی امکان داره تک کیسه پاره بشه و اون جس بیفته یا اون مایه ازش خارج بشه خیلی خب ده تا سال آزمون رو با هم دیگه حل کردیم امیدوارم که لذت این فصل رو برده باشید و خیلی زود با هم دیگه برمیگردیم به اینکه ببینیم تو فصل سه چه اتفاق میفته و کم کم به آخرهای کتاب نزدیک بشیم روز و آقات خوشی رو براتون آرزو میکنم